سلام به دوستان عزیزم خیلی ممنون که در این قسمت از فارسی نت هم ما را همراهی میکنید در این ویدیو میخوایم در مورد بیماری سوزاک باتون با صحبت کنیم و آنچه که طب سنتی برای اون تجویز کرده رو بگیم پس همراه ما باشید بیماری سوزاک شایع ترین بیماری منتقله جنسی است می تواند در زنان و مردان اتفاق بیفتد و نباید با کلامیدیا که یک بیماری مشابه و متمایز باکتریایی است اشتباه گرفته شود. این بیماری توسط باکتری ایجاد می شود. در اغلب موارد این پاتوژن برگلو روده و مجرای ادرار تاثیر می گذارد و باعث تورم دردناک، سوختگی و ترشحات سفیدی می شود. درمان استاندارد پزشکی برای این عفونت استفاده دوره ای از آنتی بیوتیک هاست با این حال اگر می بدانید که چگونه می توانید بیماری سوزاک خود را به طور طبیعی در خلوت خود درمان کنید پس ما توصیه می کنیم که درمان های خانگی پیشنهاد شده در این بخش از فارسینت را برای درمان سوزاک امتحان کنید علائم بیماری سوزاک در زنان و مردان تخمین زده شده است که بیش از نیمی از های ناشی از سوزاک ناشناخته شده است به این دلیل است که این عفونت هیچ علایم قابل ای در بیماران ندارد بنابراین چرا درمان سوزاک بسیار مهم است اگر علایمی ندارد اثرات ناشی از سوزاک ممکن است در ابتدا کم باشد اما اگر بدون درمان باقی بماند میتواند به شکل خطرناکی پیشرفت کند که میتواند عوارض مختلفی را ایجاد کند اگر شما خانم هستید حتی می تواند به اندام های تناسلی شما آسیب برساند باعث ناباروری درد بیماری التهابی لگن و خطر ابتلا به حاملگی خارج از رحم شود همچنین با توجه به CDC تعداد اسپرم در مردان را نیز کاهش می دهد. بسیاری از درمان های خانگی برای سوزاک وجود دارد که می توانید خودتان استفاده کنید و همچنین مطمئن باشید که این بیماری از بین می رود. اما اول مهم است تایید شود که واقعا سوزاک است که از آن رنج میبرید علائم سوزاک در مردان ادرار کردن همراه با درد یا سوزش ادرار با خوندیزی ترشای غیر معمول از آلت تناسلی معمولا سبز، زرد یا سفید رنگ ادرار مکرر و گلو در علائم سوزاک در خانوم ها در خانوم ها افونت سوزاک ممکن است ترشوهات غیر طبیعی واجن گاهی اوقات همراه با بوی مخمر، ادرار همراه با سوزش یا درد، افزایش ادرار، گلو درد، خارش واژن، مقاربت دردناک، درد شدید شکم، تب، التهاب گردنه رحم. همیشه به یاد داشته باشید که علایم دو تا ده روز پس از آلوده شدن بروز می کنند. گاهی می توانند تا حدود سی روز در مردم به تخییر بیفتد. در 20 درصد مردان و در حدود 80 درصد زنان آرزه بالینی وجود ندارد. درمان های خانگی برای سوزاک اصاره برگ زیتون اصاره برگ زیتون یک درمان خانگی عالی برای درمان سوزاک است. به علت این که این ماده قدرتمند شناخته شده به عنوان اول میباشد می باشد. این ماده دارای خواص ضد میکروبی موثری است و حتی می تواند منجر به تخریب کامل پاتوژن مسئول سوزاک شود. اصاره برگ زیتون به طور کامل افونت را احاطه کرده و آن را به تدریج می کشد. همچنین می توانید در سیستم ایمنی بدن خود آن را به عنوان جایزه و تقویت کننده برای درمان دریافت کنید. سیستم ایمنی قوی تر نه تنها سوزاک را از سیستم شما بیرون می کشد بلکه از اوج شدن آن نیز جلوگیری می کند. مطمئن شوید که تنها اصاره برگ اصلی زیتون را خریداری کنید زیرا همه آنها به اندازه کافی موثر نیستند. روغن پونه کوهی دلیل اینکه شما باید از روغن پونه کوهی استفاده کنید این است که بسیاری از خواص مختلفی را داراست. نه تنها ضد میکروبیست بلکه علیه قارچ، انگلها و حتی ویروس ها موثر می باشد. روغن پونه کوهی به خاطر خواصش برای کشتن باکتری ها شناخته شده است. این روغن همچنین یک راه عالی برای تقویت سیستم ایمنی شما و بدن شما برای از بین بردن سوزاک است. بهترین راه برای استفاده از این روغن ترکیب آن با اصاره کلوید نقرهی و اصاره برگ زیتون است. هنگامی که با هم مخلوط می شوند، هر جز همکاری می کنند و اثرشان افزایش می آبد. سه تا چهار قطره از این روغن جادویی را به آب اضافه کنید تا به شما یک نوشیدنی دهد که به تواند یک درمان طبیعی برای سوزاک باشد پونه کوهی در انواع مختلف موجود است مطمئن باشید بهترین هایش را انتخاب کنید مواد غذایی قلیایی مواد غذایی قلیایی از مهمترین چیزهایی هستند که باید در هنگام مبارزه با سوزاک به یاد داشته باشید تا بتوانید محیط قلیایی بدن خود را حفظ کنید. چطور می توان این تفاوت را ایجاد کرد؟ این واقعیت وجود دارد که هیچ باکتری قادر به زنده ماندن در محیط قلیایی نیست. خوشبختانه ایجاد و حفظ محیط قلیایی در بدن بسیار آسان است. تمام کاری که باید انجام دهید این است که شروع به خوردن غذاهای غنی شده از خواص قلیایی کنید. این غذاها ممکن است شامل دانه ها، لوبیا، دانه کامل و حتی آجیل باشد. میوه های تازه و سبزیجات غنی شده از ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی هستند. پس بنابراین نباید فرموش کنید که مقدار زیادی از آنها را بخورید. اگر شما گیاهخوار هستید، سبزیجات برگی مانند علف گندم، یونجه، علف چاودار میتوانند مواد غذایی قلیایی عالی برای شما باشند. و اکنون آنها را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. برگ بامبو برگ بامبو یکی از درمان های خانگی برای سوزاک است که می نتایج شگفت انگیزی را به وجود آورد. این درمان کاملا برای استفاده امن است و هیچ خطری در ارتباط با آن وجود ندارد. بامبو در واقع یک گیاه طبیعی است که می بسیاری از مشکلات مانند دیابت، دیسنتری، لوکوره اسهال و البته سوزاک را درمان کند این برگها فوق العاده ای دارند که می توانند باعث التحاب درمان زخم و کاهش درد ناشی از سوزاک شود حتی به عنوان یکی از بهترین روش های درمان سوزاک در هر دو جنس مرد و زن دیده می شود. اصل درمان شیرین سوزاک اصل به عنوان یکی از موثرترین داروهای خانگی برای درمان سوزاک در زنان و مردان شناخته شده است که توصیه می شود حتما امتحان کنید. هنگامی که اصل را به عنوان یک آنتی بیوتیک مصرف می کنید فواید زیاد دیگری را نیز دریافت خواهید کرد. پس در صورتی که شما از علایم بیماری سوزاک رنج میبرید و میخواهید به طور طبیعی در خانه آن را درمان کنید حتما از این ماده پرخاصیت استفاده کنید ماست همه به خوبی از مزایای ماست آگاه هستیم ماست می تواند سیستم گوارش را بهبود بخشد و مهارت های شما را بدرخشاند و اثرات قابل توجهی بر سلامت و بیماری های کلی شما مانند سوزاک دارد گفته می شود ماست غنی شده از کلسیوم، پروتئین، یود و پتاسیم و بسیاری از ویتامین هاست ماست می تواند عملکرد سیستم ایمنی را بهبود دهد شما می توانید از چندین مورد از ماست استفاده کنید اما راه مستقیم استفاده از آن این است که یک تامبون را در یک قاشق غذاخوری ماست سرد خیس کنید و آن را روی محل آسیب دیده قرار دهید به دلیل خواص خنک کننده آن درد شما به تدریج کاهش می‌یابد و شما می‌توانید به راحتی ماست را از هر فروشگاه خریداری کنید و حتی می‌توانید آن را در خانه خود تهیه کنید. مواد غذایی غنی شده از ویتامین C. ویتامین C سی که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند برای شما خیلی مفید است. در واقع به عنوان یکی از مهمترین و شاخصه های غذاهای طبیعی برای بهبود عملکرد ایمنی بدن شما محسوب می شود. و وقتی که بحث سوزاک می آید ویتامین سی می تواند به طور موثر در درمان مردان و زنان موثر باشد بنابراین تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ویتامین سی را با غذاهای خاص مانند اسفناج کرم بروکلی و میوه های مرکبات دریافت کنید طبق یک تحقیق این ویتامین همچنین به عنوان یک آنتیاکسیدان کار می کند بدین معناست که می تواند درد و التیاب همراه با سوزاک را نیز از بین ببرد. سیر سیر یک گیاه ضد باکتری است و می تواند سوزاک را درمان کند. این شامل یک جز به نام آلیسین است که مسئول مبارزه با سوزاک و بازگرداندن حالت سالم بدن است. قرص ها و مکمل های زیادی از سیر در دانه خونه ها وجود دارد که برای این هدف ما مناسب هستند و لطفا طبق دستور پزشک مصرف کنید. برای درمان سوزاک سیر زیادی لازم نیست اول با اضافه کردن سیر در آشپزیتان شروع کنید اگر دوست ندارید آن را بخورید یک خمیر را با خورد کردن چند سیر تهیه کنید و آن را به عنوان یک روسیوم برای درمان ناحیه آسیب دیده شده استفاده کنید خیلی ممنون که فارسینتو انتخاب کردید لطفا ما را سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه